ما میدونیم که امروز جز حرفای تحریمای مختلف شناخته شدن سپاه پاسداران به عنوان ارگان تروریست هم خیلی قسمت جلسه رو گرفته بود، ولی همونطوری که وزیر خارجه بلژیک گفتن هنوز توافقی نتونستن برسن. امیدواریم که خب تا هفته های آینده بتونن اروپا این قدم رو در کنار هم بتونن بردارن. خود تحریم ها خب میگن یه قسمت یه پازل بزرگتره و هر قسمتیش میتونه مفید باشه اگه درست ازش استفاده بشه. اگه درست استفاده نشه که خب بیش از هر این نخواهد داشت. بسیاری آقای آخوندی، فکر میکنید که این بحث تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران پیشتر، الان فکر میکنم نزدیک به 2 سال شاید باشه که راجع به این صحبت میکنن که یک کشور اروپایی باید بیا جلو، یک بر اساس یک پرونده قضایی ادله‌ای رو بیاره، یک پرونده قضایی رو باز بکنه تا شورا بتونه بررسی بکنه، فکر میکنید کدام کشور مایل هست که چنین کاری بکنه؟ فقط تنها این بهونه ها نبود، ما که این 18 ماه حداقل داریم این جریان رو پیگیری میکنیم، دلایل مختلفی تو این 18 ماه آوردن که همه من روز اول گفتم بهونه های سیاسی، هیچ نیازی به این چیزایی که میخوان نداره، ولی به دلیل اینکه این کارت در دستشون نباشه و نتونن تکرار بکنن این بهونه ها رو، دونه دونه تو این 18 ماه این بهونه ها رو سعی کردیم رفع بکنیم و خوشبختانه دیگه بهونه ای نمونده. بعد حکمی که در دادگاه دوسلدورف آلمان اومد چند هفته پیش، میشه گفتش که فقط یه دونه بهونه موند که اونم بود که یه کشور باید خواستار این قضیه در شورای کمیت بشه. و به دلیل این دادگاه دوسلدورف برای چه بود؟ در حمله به یه سیناگوگ به یه کنیسه. بله، و این دلیل همون اگه یادتون باشه سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کردن دولت آلمان بعد اون جلسه. ما تو تمام این هفته ها ماه ها روابط و مذاکرات خیلی زیادی داشتیم با خیلی از کشوران. این دلیل آخری که آوردن و گفتن که باید یک کشور باید پاپیش بذاره و این درخواست رو بده، به دلیل که تا حالا هیچ کشوری فرمال نیومد این کار رو بکنه، انجمن هاوس آف لیبرتی با کمک یه وکیل فرانسوی آقای امانوئل داود از نظر قانونی این درخواست رو داد به حوزه کمت، که الان میشه گفتی که هیچ بهونه فرمال نمیتونن بیارن که این کار انجام نشه. و اگه 2 ماه وقت دارن از نظر قانونی، اگه این جواب نیاد تا این 2 ماه میره واسه دادگاه اتحادیه اروپا.